همکارم شاهد علوی از استودیو واشنگتن با ماست شاید تصاویر خیلی دلخراش بود اول برای ما بگو که اونچه بر سر سید محمد میر موسوی اومده چیه و چه جزئیات بیشتری داریم خب آزاد در خبر اشاره شد ظاهرا یک نزایی بوده بین چند تا جوان و یک طرف این نزا میر در واقع سید محمد بوده و معمولین انتظامی یگان ویژه میاد با خشونت بازداشتش میکنن منتقل میکنن به یک پاسگاه در لنگرود و اونجا همین معمورین به شدت به شکل وحشیانه در واقع شکنجش میدن کتکش میزنن تصاویر کمی الان داره پخش میشه حالا البته تار شده چون واقعا دیدنش بسیار دشواره عملا نشون میده اونجا رو اون تصاویر کسی که ظاهرا زبانش هم کردیه اشاره میکنه به دو جا در بدن که انگار در واقع یا شیار عمیقی هست یا به شکلی زخم خیلی عمیق هست تمام پشت خونین خونینه و بعد هم البته تصویر دیگه است که نشون میده کالبوت شکافی شده به اصطلاح برای شناسایی علت مرگ اونچه که نگران کننده است این هست که این اتفاق در شرایطی رسانه ای شده و دادستان لاهیجان بهش واکنش داده که کسانی از مردم به وظیفه مدنی خودشون عمل کردن و این ویدیو رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن یعنی این جوون خبرها این هست که شنبه جانش رو در زیر شکنجه شدید معلوم نیست برای چی در یک نزاع طبیعتاً بازجویی باید در حضور بازپرس انجام بشه و سوال جواب قانونی باشه اونها اونجا به شدت شکنجهش کردن زدن شنگار مثل یک توبی که وسط میگذارن اینو آزار دادن و وقتی جونش رو گرفتن تا سه شنبه از شنبه تا سه شنبه ما نمیدونیم چه اتفاقی رخ داده میدونیم به چه کافی شده سه شنبه وقتی بسشنبه باز هم کاکسپاری میشه اما هنوز هیچ خبری منتشر نمیشه تا روز چهارشنبه بامداد صبح چهارشنبه که ویدیویی از شستن پیکر این جوان جان باخته منتشر میشه که وضعیت بسیار دردناکش نشون میده و شواهد و روشنی از شکنجه است و در نهایت اصر چهارشنبه دادستان وقتی بالا میگیره اعتراضات شبکه اجتماعی میاد میگه که پنج تا معمور به خاطر فوت این جوان بازداشت شدن همین نقطه یعنی اینکه انگار قرار یک داستانی ساخته بشه برای اینکه این قتل این چه اتفاق داده قتل عمد شکنجه یک فرد زدنش به قصد کشتن نتیجهش قتله این رو به یک معنا به فوت به مرگ اتفاقی تصادفی یا ناخواسته تقلیل بدن حالا باید منتظر باشیم ببینیم در نهایت فشارهای اجتماعی حکومت رو ناچار زقمشینی خواهد کرد تا واقعیت امرو اعلام بکنن یا خیر شاید این شیوه رفتار بیرحمانه نیروهای انتظامی و امنیتی با مردم در چه بستر حقوق سیاسی امکان تحقق پیدا میکنه؟ به نظر میرسه که معمورین با این شیوه با مردم برخورد میکنن چه معترض در خیابان چه یک جوان بازداشتی چه با کسانی که مطالبه ای دارن به خاطر اینکه حکومت دستشون برای این شیوه برخورد باز گذاشته همین سازمان حقوق بشری هنگاو که از جمله سازمانهایی است که این خبر رو پوشش داده در گزارش آماری داره که از ابتدای سال 2024 میلادی تا الان که وارد ماه نهمش داریم میشیم این هفتمین نفر از شهروندان ایرانی هست که در هنگام بازداشت زیر شکنجه و بازجویی جانش رو میگیرن به قط میرسونند. پیشتر هم افیب ملل در سال 1400 شریفه 1400 گزارش داده بود که در دوازده سال منتهی به اون سال یعنی از 88 تا 1400 دست کم 46 چه... شش... چه... بازداشتی و زندانی زیر شکنجه و بازجویی به قط رسیده بودند. سال بعدش گزارش داد که دست کم 96 نفر از بازداشتی و زندانی هایی که نیاز به درمان فوری داشتن آمدانه آگاهانه ازشون درمان سلب شده که جانشون بگیرن به این ترتیب سیستم به معمورینش امکان میده که به این شکل برخورد بکنن و اونو به اونها اطمینان داده که مجازاتی متناسب با این جنایت در مورد چون وجود نخواهد داشت چون سیستم علاقه به پاسخگو کردن کسایی نداره که دست در جنایت دارن ممنونم همکارم شاهد علوی در استودیوی واشنگتن